به نام خدا. البته درباره عشق قبلا صحبت کردیم که بیشتر بر اساس عشق زناشویی بوده. امشب انشاءالله دست می‌داریم که عشق رو از جنبه عرفانیش یکمی مورد نظر قرار بدیم، که این روزا هم خیلی سوژه بحث محافل فرهنگی و عرفانی هستش. قبل از هر چیزی بهتر عشق رو به خودی خود یه تعریفی بکنیم. عشق از اونجایی که یکی از باطنی ترین وقایع زندگی انسان هست، یعنی یکی از قلبی ترین و روحانی ترین و اندرونی ترین وقایع وجودی زندگی هست، بنابراین عشق از هر نوع عشق عرفانی ترین واقعی زندگی است. عرفانی ترین به معنای باطنی ترین، روحانی ترین، نهان ترین، نامرئی ترین، متافیزیکی ترین واقعی زندگی انسان هست. بنابراین عشق از هر جنسی، تعریف عشق حتی اگر عشق عرفانی هم نباشه، عشق ذاتاً تعریف عرفانی داره، برای اینکه واقعی عرفانی هست. عشق رو کلن میشه همونطور که بسیاری از متفکرین و فلاسفه تقسیم بندی کردن که درستم هست، میشه به دو نوع عشق ایثاری و عشق تصرفی تقسیم کرد. عشق تصرفی رو ما در جلسه ای که قبلا در مورد عشق زناشویی صحبت کردیم، اینجا فقط اشاره میکنیم. عشق تصرفی اساسا عشقیست غریزی، عشقیست خواهنده، عشقیست بلنده، عشقیست مصرفی، که عشق زناشویی، عشق کلن نژادی، عشق در درون خانواده، عشق بین والدین و فرزند از جنس عشق تصرفی است، که در حقیقت این عشق بر نیاز هست و نیازی کاملا غریزی، مادی و دنیوی است. عشق حیاتی است یا حیوانی است به زبان دیگر، که آن کسی که دعوی عشق میکنه یا در جایگاه عاشق قرار داره، کسی است که معشوق رو، که همسرش، فرزند، پدر، مادره رو، فقط به عنوان کسی میخواد که بهش سرویس بده، بهش خدمت کنه. در حقیقت در همچین عشقی، آن کسی که در جایگاه عشق قرار داره و خوش عاشق میدونه، او در حقیقت باز گفت یک آدم خوره، یک بلنده است، در نقطه مقابل عشق ایثاری. در واقع میخواد معشوق رو ببلعه، بخوره. درسته، این معشوق بایستی برده خواسته و نیازهای او باشه. حالا این معشوق همسر، فرزند، مادره، همونجوری که برسون پدر مادر بعضی دوره که بچهشون رو بزرگ کردن، زن پس عشق به فرزند به صورت عشق به بلعیدن اراده فرزنده، و فرزند بایستی موجودی بشه که تمام خواسته های پدر مادر رو ارضا کنه. این یه نویست. یا فرزند، عشق فرزند به پدر مادر یک عشق کاملا دنیوی، که فرزند میخواد که تمام اراده و امیال خودش از طریق پدر مادر ارضا بشه. تا زمانی که این باشه، این عشق ظاهرا هست. به این بعد از هر طرف باشه، این عشق تصرفی است، بلنده است، سلطه گران است. باز در چنین عشقی که باستی اسمش رو عشق نژادی هم بذاریم، عشق جنسی هم اسمش میشه گذاشت، چون عشق بین والدین و فرزندم از جنسیت برمیخیزه دیگه، از رابطه زناشویی برمیخیزه. عشق تصرفی یا عشق جنسی، در حقیقت اگر عشق همیشه با ایثار و فنا شدن در معشوق تعریف میشه، حداقل در ادبیات ما و یا کلا در ادبیات جهان، عشق اصولا بزرگترین صفت و ممیزش اگه ایثار هست از طرف عاشق، این عشق تصرفی عشق نیست، بلکه ضد عشق، یا اسمش باید گذاشت عشق ضد عشق، چون ایثار درش نیست که هیچی. او اصلا میخواد معشوق خودش رو ایثار
عاشق بکنه، در اینجا معشوق بایستی فدا بشه. در واقع باید گفت این یک عشق واژگون سالاره. برای همین خود ما در ادبیات و کلام و نوشته های خودمون این رو سعی کردیم از قلمرو واژه شناسی عشق خارج کنیم. این نوع عشق این نیازه، نیاز جنسی است، نیاز اقتصادی است، یک نوع نیاز شدیده. همونطور که واسه اون نیاز شدید به هر چیزی دارم در فرهنگام مردم عشق میذارن، طرف عاشق قدرته، عاشق ثروته، عاشق اینه که با فلانی ازدواج کنه. ببین عاشق به دست آوردن، خوردن، کسب کردن. در واقع واسه گفت در چنین عشقی طرف عاشق خودش اساسا، عاشق امیال خودشه ها، و دیگران همه معشوقایی هستن که واسه فدای این آقای عاشق یا خانم عاشق واسه بشن. خب در واقع باید که این عشق زده عشق، عشقی است بلنده، نیاز شدیدی است. نیاز شدید رو اسمش رو شاید عشق هم بشه گذاشت. ولی از اونجایی که عشق واژه مقدسی است و در فرهنگ و ادبیات ما مخصوصا جایگاه خاصی داره، بهتر ما عشق رو در چنین مواردی به کار نبریم، این لغت رو، تا حد و حدود قداست این واژه روشن باشه و در فرهنگ و ادبیات ما سوء تفاهم ایجاد نکنه. شما اگه دقت کنید ببینید که هیچ واژه و معنایی به اندازه عشق در فرهنگ مردم مورد سوء استفاده و سوء تفاهم نیست. سوء تفاهم و سوء استفاده حاصل از واژه عشق و ادعای عشق یکی از بزرگترین کانونهای تولید جنایت، جنون و فجایع بوده و هست. در این مورد ما قبلا صحبت کردیم، اینجا بحث نمی کنیم که از جمله معروفترین این فجایعی که به اسم عشق صورت میگیره در رابطه جنس مخالفه، در رابطه با همسر. در اونجا مفصل صحبت شده، ما اینجا اساسا میخوایم به عشق حقیقی بپردازیم که عشق عرفانی است، که همان عشق ایثاری هست، مفهوم حقیقی عشق. و به اون دیگر بواسطه عشق تصرفی رو بگیم عشق ضد عشق، یا عشق تناسخی با اسمش رو بذاریم حتی، یا عشق منافقانه با اسمش رو چه واسه میشه گذاشت. چون در قلم روی فرهنگ هر واژه و معنایی دارای دو مفهوم متضاده، یک مفهوم حقیقی و یک مفهوم جعلی و کاذب یا شیطانی. در حقیقت باست گفت اون جنبه کاذب و جعلی لغت عشق کاربردش در عشق جنسی و زناشویی و نژادی هستش، یا عشق به ثروت، قدرت، عشق به جهانخواری، عشق به جهانخواری. بعد اینو به تل اسمش عشق نذاریم. خب از این بحث مرحله که بگذاریم، عشق به بیان دیگر در قلمرو فرهنگ عرفانی عشق، عشق رو در یک کلام میشه گفت عبارت است از اراده به فنا، اراده ذاتی به فنا. این اراده عقلانی یا تصنعی یا برنامه ریزی شده نیست. وقتی از کلمه اراده استفاده میکنیم منظورم اراده ذاتی است، اون اراده اراده است. عشق از این دیدگاه عبارت است از اراده به فنا شدن. عشق به بیان دیگر یعنی عشق به فنا شدن. برای همین در ادبیات عرفانی عشق و فنا همیشه با هم دیگه به کار رفت. به بیان دیگر عشق یعنی عشق به در خود نبودن، عشق به بی خود شدن، عشق به غیر شدن. به زبان دیگر اراده به در اینجا نبودن، اراده به در خود نبودن، عشق به در آنجا بودن، عشق به در یک کسی دیگری بودن. حالا کمال این عشق در معرفت دینی، معرفت عرفانی، یعنی عشق در به در خدا بودن، عشق به بودن با خدا و در خدا بودن، یا عشق به فنا شدن در حق یا در خدا. خب در حقیقت اللحاظ عقل محسوس و مادی ما همون میشه عشق به فنا. چرا؟ از اونجایی که خداوند اون حقیقت مطلق در قلمرو ادراک حسی و مادی ما جا نمیگیره، لذا مثل اینه که خداوند وجود نداره.
برای همین میگه خداوند مقیم بر عرش فناست. بنابراین کسی که عاشق میخواد به خدا برسه، در او باشه و در او فنا بشه، یعنی بایستی انگار فنا بشه خودش، یعنی خودش بایستی سالک وادی فنا باشه تا برسه به اون عرش فنا که خداست. این البته لغته، چون خداوند مسئله وجود مطلق و جاودانه است، منتها در عقل قیاسی و علیتی و حسی و مادی ما خدا عین فنا به نظر میرسه. برای همینه که گفته میشه که خداوند رو به واسطه عقل علیتی و عقل محسوس و حسی نمیشه فهمید. برای همینه خداوند هرگز در کله فهمیده نمیشه، در ذهن فهمیده نمیشه. یعنی خداوند در ذهن عین عدمه، عین نیستی، وجود نداره، اینجوری میشه. بنابراین عشق به معنای میل به بی خود شدن، میل به از خود گذشتن، از خود فنا شدن، از خود گذشتن، عشق، عشق به از خود گذشتن، خب باز یک جنبش روحی و ذاتی است دیگه. برنامه ریزی و مصلحتی و علمی و فنی و فلسفی مسلما چنین عشقی نمیتونه باشه. خب پس محور، یکی از محورهای موضوع عشق اصلا خود کلمه خوده، خود، از خود گذشتن، از خود رها شدن، از خود فنا شدن، خود، بی خود شدن. و بنابراین باستی کمی بفهمیم خود اصلا چی هست که انسان ازش میخواد بگذره، ازش میخواد فنا بشه. خود، خود چی هست؟ این بحث هم البته بحث مستقل و مفصلیه، ما در اینجا اونقدر بهش میپردازیم تا بتونیم بحث عشق به سامانی برسونیم. خب بنابراین اگر کسی قراره سالک وادی فنا بشه و تجربه عشق عرفانی داشته باشه، در واقع عارف یعنی عاشق، برای این عشق و عرفان از هم جدا ناپذیر. عارف کسیه که عاشق به فنای از خود و بقای در خدا، عارفه. از عارف کسی که دارای چنین عشقی است، دارای چنین اراده قوی و شدید در ذات خودش، اراده به فنا. خب بنابراین پس اول بایستی خودی باشه در انسان تا این خود بخواد فدا بشه، فنا بشه دیگه. یعنی به بندگان انسان اول بایستی خودش باشه به تمام و کمال. پس اولین، اگر بگیم آقا عشق عرفانی شرطی داره، بله الله وجودی یکی از نخستین شرط و شروطش اینه که انسان بایستی اول خود باشد، خود شده باشد، خود خودش بایستی باشه انسان. این اولین شرط سالک وادی عشق عرفانی شدنه. برای اینکه این راه یک کسب و کاری بیشتر نیست، کل مراتب عشق عرفانی مراتب گذشتن از خود و فنا شدن از خود تا رسیدن به خدا. حالا دیگه کسی که خودش بی خوده، باز اصلا این حرف در موردش صدق نمی کنه، چنین کسی اصلا عاشق نمیشه. خب این یکی از مهمترین مسائلیه که به ندرت ما دیدیم در ادبیات عرفانی ما حتی در موردش حرفی زده شده باشه. در عشق عرفانی ما کتاب یاد داریم، کم نداریم، غزالی، نون قضات، ابن عربی، نمیدونم روزبهان باقلی، ولی من تو اونجا که آدمه ندیدم که این موضوع رو روش کسی انگوش گذاشته باشه و بحث کرده باشه. چون تاسفانه در عشق عرفانی و ادبیات عرفانی ما، عشق همیشه به عنوان یک موضوعی پشت آسمان هفتم بحث شده، هرگز در انسان و به عنوان واقعیت وجودی انسان بحث نشده متاسفانه. لذا تمام مباحث استعاره است، لذا همه جان با شعر بحث شده، با مثال و هزاران سال محتاج تفسیر است. اصلا گویی که یک عارف موجودی اصلا زمینی نیست که در موردش بخواد بحث زمینی بشه متاسفانه. خب این نظر من این نقص است. بنابراین یک عارف که همون عاشق وادی فناست، قبل از هر چیزی بایستی خود باشد، خود شده باشد. این شرط اولش، یعنی انسان به میزانی که خود هست و خودش شده، به خودش رسیده، یک هویت مستقل خودی هست، او میتواند عاشق شود.
یک. دو، انسان به میزانی که در این خود و هویت خودی و ذاتی خود مستقر و قدرتمنده، او به همون شدت در ذات خودش استحقاق عاشق شدن رو داره. این بحث دوم، نکته بسیار اساسیه. اگه بخوایم مبانی عشق عرفانی رو توضیح بدیم، این دوتا اصل از مبانی و اصول اولیشه. چرا اون خود ذاتی و اون هویت فردی و اون استقلال شخصیتی هر انسانی محل برخواستن عشق، محل خیزششه؟ چرا انسان به میزانی که خودشه میخواد از خود بی خود بشه، یعنی عاشق میشه؟ این خودشه بحث. این بحث ما در جادیه کردیم. از این بود این توضیح بدیم که از آنجایی که به قول حضرت علی علیه السلام اون خود خود هر کسی خود خداوند هست و این احساسی که هر کسی داره به اسم من خودم، اون من هر کسی، اون خود هر کسی ذاتش خود خداست، به دلیل اینکه انسان ذاتاً خلیفه خداست. در واقع انسان چون بر جای خدا نشسته میگه منم خودم، این خودم منم، یعنی من خدا هستم. این حس خداییست کاملا. خب این حس هم به معنای مقام خلافت اللهی انسانه، یعنی به معنای حضور روح در انسانه، روح خدا در انسان، روح خدا در انسانه. به این دلیل انسان احساس خود میکنه. هیچ موجود انسان خود و خودی هم نداره، هیچ حیوانی نداره، هیچ میمونی نداره، فقط انسان داره. این ممیزه تفاوت ذاتی انسان با حیوان. انسان تنها حیوانیه که احساس منیت و خودیت میکنه، چون خلیفه خداست و صاحب روح الهی است. خود همین اگر به معرفت برسه، حقوقش ادا بشه، منشای هدایت و عشق عرفانی و الحاق و دیدار با خداست. در غیر این صورت منشای اشد کفر انسان همین خود است، همون منه، هم میتونه منشای اشد زلالت و شیطنت بشه، هم منشای الوهیت انسان میتونه باشه. بس دیگه داره یادم با این خود چه برخوردی بکنه. آیا با این خود با معرفت برخورد کنه، حقوق این خود رو از دیدگاه معارف الهی و دین و اخلاق ادا کنه، یا اینکه نکنه، بخواد با این خود فقط بازی کنه، خود بازی کنه، من بازی کنه. بنابراین خب اینو میدونیم که هر انسان این خودیت ذاتی خودش، اون خودیت ما در فرهنگی عامیانه میگیم هویت. وقتی میگیم فلانی آدم با هویتیه، یعنی اون منش، اون خودش خیلی مستحکم و قوی و ریشه داره، انسان با هویت. همطور که انسان بی هویت یعنی انسان بی خود، یه انسان بازیچه، هیچ چیز از خودش نداره، یه مصرف کننده است، یه انگله. خب این طیف خود تا بی خودی رو در انسان ما داریم دیگه. انسان به میزانی که دارای این هویت ذاتی هست، این من ذاتی و این خود ذاتی هست، یعنی صاحب روحی قدرتمندی است و به همون میزان چنین انسانی لایق عاشق شدن هست و عاشق میشه و انسانی عاشق به میزانی که خودش. خب انسان چگونه به خود میرسه و این خودیت و این هویت ذاتش تقویت میشه، تغذیه میشه؟ خب این همون چیزی است که بهش میگن تعلیم، تربیت، اخلاق، تدین، تقوا، تزکیه نفس، خودسازی، خودشناسی. انسان به میزانی که به خودش میپردازه، خودش رو رشد میده و دارای خود، اون من و هویت ذاتی قدرتمندی میشه. یعنی خود یک موجود کاملا الهیه. این خود، این که میگیم من، اون کیه، کجاست؟ ما میبینیم این من واقعا تن نیست، در تن نیست. اون کسی میگه من، این صدا از تن برمیخیزه، ولی اصلا تنی نیست. این من تنی نیست، واقعا جسمانی نیست. اصلا خود خداست که میگه من. وقتی انسانی میگه من چنین میگم، من چنان میگم، من این رو میخوام، اینو نمیخوام، این در واقع خداست که در انسان حرف میزنه. انسان اگر بفهمه این خداست که از حلقوم بشر میگه من، برای همین خودشناسی به خداشناسی میرسه. برای همین علی میفرماد که خود هر کس خداست،
برای همین اگه من این خودی که در من هست، منی که در من هست رو من درش نقب بزنم، به ذاتش برسم، در اونجا با خدای خودم دیدار میکنم و انسان موحد میشم، یعنی با خدای خودم ملحق میشم در خودم و نظر آسمان. پس واضح شد که انسانی بی خود اصلا عاشق نمیشه. انسانی بی خود یعنی بی هویت. آره، عشقش هم عشق تصرفیه که اول صحبتمون گفتیم، که در واقع عشق ضد عشقه، یه بلنده است، یه خورنده است، یه مصرف کننده است. حالا ما آدم میخواد ببله و همه آبایستی به این سرویس بدن و برده و بنده این باشن، یه همچین موجودیه. چرا اینقدر بلنده است؟ یه آدم بی خودی آدم جهانخواره. چرا؟ برای اینکه خود نداره. اون فکر میکنه اگه دنیا رو ببله شاید خودش بشه. اصلا جهانخواری به زبان امروز امپریالیزم حاصل بیخودی انسانه. جهان امپریالیستی جهان بیخودیه. بیخودیه یعنی جهان بیخوداییه. جهان بیخودایی است. جهان قحطی زده، یک شیطان آتش گرفته است، مثل اژدهایی که در افسانه‌ها تعریف میکنن، دنیا رو میخواد ببلعه. چه انسانی میخواد آدمهای محیط خودش رو ببلعه، دیگران رو احساس میکنن که ببلعه، شاید در درون خودش یک لحظه من بشه، خودش بشه، چیزی بشه اصلا، یعنی آدم بشه، بوی آدمی درش بیاد. حالا اینکه با بلعیدن دیگران چه این نمیشه که چی، انسان روز به روز قحطی زده تر، بی خودتر، نهایتا دیوانه، مجنون و جانی و جنایتکار میشه. برای همین جهان امپریالیزم و جهانخواری جهان جنون و جنایت نهایتا و انهدام جهان. یعنی جهان امپریالیزم جهان انهدام واقعا. علمش منهدم کننده است، فرهنگ جهانخوارانه است، همه چیزش تباه کننده و نابود کننده است. انسانی بی خود این انسان دیوانه دیگه. انسان دیوانه یعنی مجنون، مجنون یعنی جانی. خب بنابراین انسان اهل ایمان، اهل دین، حق پرست، با تقوا، کسی که در مسیر فضیلت تلاش میکنه، جهاد میکنه، این به کم کم نطفه خود در ذاتش بسته میشه و این نطفه بزرگ میشه کم کم. یک کلام در حقیقت کارگاه خلق خود در انسان، اون خود انسانی انسان، اون خود روحانی روحانی انسان، اون خود هویت زای انسان، در یک کلام چیزی جز تقوا نیست، یعنی دین خدا. چرا تقوا یعنی چی؟ یعنی خیشتنداری، نه یعنی خودداری، یعنی مخالفت کردن با نفس خود، با هواهای نفسانی، مهار کردن، تربیت کردن. چرا؟ یعنی در حقیقت انسان به میزانی که با خودش مبارزه میکنه، خودش رو تربیت میکنه، مهار میکنه، صاحب آن خود الهی، خود انسانی و خود روحانی میشه. این خودش یک الهی فلسفی، یک بحث کاملا دیالکتیکیه دیگه، نه؟ یعنی اون خود الهی انسان حاصل نبرد انسان با خودشه، خود حاصل نبرد با خوده. تقوا یعنی این دیگه، نه؟ چرا الله چنینه؟ ببینیم انسان ذاتاً در خلقت قدیم و ازلیش صاحب روح خدا هست دیگه، نه؟ منتها این روح کی تبدیل به هویتی خلاق و فعال و نقد میشه در دست صاحبش، مثلا در دست من ورز کنش هستم اینجا، به میزانی که اهل تقوا هستم، اون خود الهی در من آشکار میشه. حالا چرا چنین است؟ اینم بر یک حقیقتی است، این قانون ذاتیه، این بزرگترین قانون حاکم بر وجود انسان تقواست. یعنی آنچه که 124 هزار پیامبر آمدن تا تقوا رو تفهیم کنن و تحکیم کنن، نه؟ برای کار دیگه نمیدن که تمام احکام شریعت ها احکام تقواست. برای اینکه ما قبلا این صحبت کردیم در اون بحث عشق، اونجا ما گفتیم که عاشق حقیقی، عاشق کامل فقط خداست و سلام. حتی یک انسان عارف که انسان عاشق هست حقیقتا هم، او شامن نداره بگه من عاشقم،
خدا رو میشناسه، میدونه که عاشق خداست. عاشق یعنی چی؟ عاشق یعنی که از هستی خودش گذشته تا به معشوق خودش هستی ببخشه، به معشوقش هستی شد داده و خودش نیست شده. یعنی کی؟ خدا. نه؟ خدا نیست دیگه. نه؟ خب بگرید بذاشت کنید کجاست؟ خدا هستیش رو به انسان بخشیده و خودش نیست شده. باز خدا عاشق است ولا غیر. بنابراین هر کسی به هر درجه که دویرش میکنه او به درجه جاهله و اصلا این عشقش یا دروغه یا شیطانیست، یا اگه شیطانی هم نیست با این ادعای عشق، این عشق رو ریشه کن داره میکنه و این عشقش رو داره شیطانی میکنه. عشق به میزانی که دعوی میشه ها به سمت شیطانت میره، برای اینکه دروغه. انسان در مقابل خدا عاشق نیست، ها یک مصرف کننده است، ها مشغول اون عشق مصرفی و تصرفی میشه. عاشق فقط خداست. چرا هستیش گذشته به انسان هستی بخشیده، من اینجا نشستم صاحب هستیم میگم من، ولی خدا نیست، ها خدا غیب شده نیست. این عشق خداست، ایثار خداست نسبت به انسان. این کمال ارحم الراحمینی اوست. پس خدا از خود گذشت تا من انسان من بشم. حالا برای اینکه خب او کجاست؟ او در من است. خب مگه روحش رو در من ندمیده؟ او در من هست، من تو پنهان است، در ذات من نهان است. و به این دیگر عرش فنا همون ذات انسانه، اون عرش آسمان نیست، اون آسمان آسمان ذات انسانه. خب او از خود گذشت تا من شدم، آدم شدم، انسان شدم، خلیفه او شدم، بر جای او نشستم و او نیست. نه، من در صورتی میتونم به این ایثار خدا، به این حقی که خدا برام قائل شده، اون حقی که لایقش نبودم، برای اینکه مثلا نبودم که حقی داشته باشم، به میزانی به این حق میرسم که اون حق همون وجود الهی منه، اون من روحانی و خدایی منه، که از خودم بگذرم، با خودم بجنگم، جهاد اکبر، تقوا، و از خودم نهایتاً بگذرم. به میزانی که از خودم میگذرم به خودم میرسم. این من انسانی و روحانی و هویتی و هویی منه. این من هویی منه. من منی من نیست. من هویی منه. یعنی من الهی و روحانی منه. به میزانی که بر علیه این نفس، این من حیوانی خودم مبارزه میکنم و ازش میگذرم، به اون من الهی خودم میرسم. همونطوری خدا چنین کرد. چون خدا از خود گذشت من پیدا شدم، منم باستی از اخلاق الله باستی تبعیت کنم. تخلق به اخلاق الله یعنی این، تخلق به اخلاق الله یعنی از خودت بگذر. من باستی از خود بگذرم تا به خدا برسم، همونطور که خدا از خودش گذشت من رسیدم، پیدا شد، ها من باستی از خود بگذرم تا به خدا برسم. خدا کیه؟ خدا همون من منه، هوی منه، هویت الهی منه، هویت جاودانه منه. خب بنابراین یک انسان اهل تقوا و معرفت و از خود گذشته، انسان اهل فضیلت در مسیر تخلق و اخلاق الله زندگی میکنه، به تدریج به خود میرسه و خودش میشه، انسان میشه. به میزانی که چنین میشه، تازه استحقاق و لیاقت عاشق شدن پیدا میکنه. هر که خود شد عاشق شد، این خدا. میبینی چرا خدا عاشق بود؟ برای که خودش بود و از عشقش این جهان هستی رو خلق کرد. از قدرت عشق او جهان رو آفرید. خلاقیت حاصل عشق. خب هر که خود شد در واقع میشه گفت به خداییت خودش رسیده، خلیفت الله شد. هر که خلیفت الله شد، هر که خود شد عاشق شد، عاشق میشه. خب بنابراین ببین این بحث رو ما مطلق کردیم، حالا اینو بیاریم در نسبیت. انسان به درجه ای که به خودیت انسانی و الهی و روحانی خودش میرسه، این استحقاق عاشق شدن پیدا میکنه. عاشق شدن بزرگترین استحقاق به انسان در جهانه و از این لحاظ بزرگترین عجر خدا به انسانه. عجر بزرگتر از عشق نیست که خدا به انسان بده. عجر چه چیزیست؟ عجر جهاد در دین و تقوا. عشق عجر دینه، تلاش در دین. عاشق شدن خود
خوشبختی انسانی انسان در جهان همون عاشق شدنشه. خوشبخت در حقیقت فقط عاشق خوشبخته، ما بقیه هم بدبخته. درست به همین دلیل هر جایی که یه عاشقی باشه همه میبینن که همه با حالش حسد میخورن، با آدم های شقی و بیاتف و کافر دشمنش میشن. چرا میشه عارفان اینقدر دشمن داشتن و اکثرا کشته شدن؟ به دست عشقی ها کشته شدن. چشم دیدن انسان خوشبخت رو ندارن، چشم دیدن انسانی که خودش رو ندارن، انسانی که خودشه، چون بی خودن دیگه. این از بختشون. انسان خوشبخت نه انسان عاشق. رستگاری، فلاح، فوز عظیم، همه اینا یعنی عاشق شدن. اگر عاشق شد رستگار شد، به فوز عظیم رسید، خوشبخت شد، دام شد. و این اجر تلاش انسان در دین و تقوا مداری است. دیگه صحبت ها رو این مقدار جمع جور کنیم. بنابراین اصلا خود یکی از نشانه های بوده که خود پیر ایجاد عشق در مریده، عشق عرفانی، عشق الهی. اصلا عشق مفهوم محض کلمه، عشق مفهوم محض کلمه یعنی اراده به فدا شدن و فنا شدن برای ارزشی برتر و حقی بزرگتر از زندگی. فدا کردن و زیر پا گذاشتن حیوانیت و پرواز به سوی روح و حقیقت زندگی. یکی از نشانه های پیر برحق اینه که چنین عشقی رو در مرید میگذاره و به او منتقل میکنه. عشق به برتر بودن، نابتر بودن، انسانتر بودن، زیباتر بودن، مقدستر بودن و خدایی تر بودن، این عشق رو میده. این هم نشانه دیگریست. حالا که در دجال ها چنین نیست، نه میدونی چی میدن الهام میکنن؟ پرواز روح، جنگیری، اینا عرفان های فوتی. فوتی فنده یاد میدیم که یه شبه پولدار بشید، یه شبه مشروبتون به حساب بشید، کلا مردم وردارید، مخ دیگران رو کار بگیرید و از این بازی ها. در حقیقت یک انسان مؤمن در مراتب ایمان و عرفان مثلا اراده خداست. در باره عباد الله المخلصین این تحقیق و تقارم واضح داریم که مظهر اراده خدا هستن، دست خدا، چشم خدا. یک پیر در حقیقت به درجه نور الله، نور خدا است. در رابطه با او انسان میبینه روشنایی باطن خودش. روح الله، روح خدا است. یک مرید در واقع روح دریافت میکنه از پیر خودش. در حقیقت اون نفقه ازلی روح در آدم از جانب خداوند یک بار دیگر احیا میشه در انسان ها. در واقع روح میدمه پیر به مرید خودش. روح یعنی چی؟ یعنی اراده. باز در واقع مرید بی ارادگیشو میده تا اراده به دست بیاره. آنچه را که هر کسی دو زمان اسمشو اراده میذاره مجموعی از نیازها و دریوزگی هاست. اراده کی داره؟ در واقع مرید حقیقی در رابطه با پیر حقیقی خودش صاحب روح میشه. روح اراده و امر خداست. نعمت الله است. مرید رو به بی‌نیازی میرسونه. عین الله است. چشم پیرش میشه، چشمی میشه در قلبش باز میشه تا او خودش رو ببینه، تا چشمش به خودش باز بشه. بنابراین یک مرید محوری ترین رسالتش خودشناسی و معرفت نفسه. این همون چیزی است که ما در این دکانهای دجالی و درویشی هیچ خبری ازش نمیبینیم. تنها چیزی که وجود نداره معرفت نفسه، خودشناسیه، بلکه تماما خودفریبیه. انواع اقسام خودفریبی های شعری، خودفریبی های بسیار روانشناسانه مدرنتر، خودفریبی های ادبی، اوشویی و امثاله. بله، یکی دیگه از چیزهایی که در عشق عرفانی حاصل میشه برای یک مرید ایمانه. ایمان به یک ایمان عمیق و برتری میرسه. ایمان به مفهوم قرار گرفتن در حریم امن الهی. این به او عزت نفس و آزادی روح میده. بله، یک مرید قرائدش رو مجبور میکنه، محدود میکنه تا روحش رو آزاد کنه. اینجا مکتب
از آزادی غرایز حیوانی نیست. و نهایتا این کلام خدا رو که بارها گفتیم باز میگیم که این کلام خود دلیل بر حقانیت کل این سخنه در قرآن، در صحبت قبل هم گفتیم خداوند از مؤمنان میپرسه که ای مؤمنان خداوند سوالی میکنه از شما، تفکر کنید تا هدایت شدید. و اینه که آیا به نظر شما اطاعت از خود خدا حق تر است، به هدایت نزدیک تر است، یا اطاعت از کسی که خود خدا او را هدایت کرده است؟ کسی که تحت هدایت خود خدا قرار داره اولیاء الله هستند، یعنی یک پیر انسان کامل. پاسخ اکثر ما میگیم معلومه، انسان باید از خود خدا اطاعت کنه، ولی پاسخ خدا کاملا برعکس میگه نه خیر، هدایت اون خدای شخصی که من خودم برای خودم درست کردم، خود خدا میگه اون خدا نیست، اون من نیستم، اون هوای نفس توئه که اسم منو گذاشته روش، خودپرستی توئه که اسمشو خداپرستی گذاشتی، و این شرک و ظلم عظیمه. و من بابا چته این تومتی که تو داری میزنی، معصیتی که مرتکب شدی، من تو رو عذاب میکنم. و هدایت اینه که انسان پیروی کنه، تحت اطاعت بیچون چرای کسی قرار بگیره که او خود تحت اراده خداست، یعنی یکی از عباد الله المخلصینه و مظهر اراده خداست. خود این کلام برخی ها میگن آقا جون عرفان در قرآن نیست. نه خیلی، بخش عظیمی از آیات قرآن اصلا بحث عرفانی کاملا و بحث ارادت عرفانی هست که ما در اینجا فقط یکی دوستش آوردیم. این صحبت انشاءالله در یه جلسه دیگه به جنبه های دیگه این مسائل انشاءالله میپردازیم. و سلام.